عزیز دلمون جیمز هتفیلد دوست داشتنی، رهبر و خواننده و گیتاریست گروه متالیکا، اینطور که معلومه قراره دوباره بره جلوی دوربین و به عنوان بازیگر توی یه فیلم بازی بکنه. احتمالاً بدونین، شایدم ندونین، که این اولین باری نیستش که جیمز هتفیلد پاش رو از دنیای موسیقی بیرون میذاره و وارد دنیای نمایش میشه. سلام، من بردیا برجسته نژادم، اینجا کانال پادکست آلبومه. توی این ویدیو اولا میخوام فیلمی که قراره جیمز هتفیلد توش بازی کنه رو بهتون معرفی بکنم، بعدم از سابقه هتفیلد هم جلوی دوربین هم پشت دوربین بگم و اینکه تا الان چه حرکتایی توی سینما و تلویزیون کرده. اگه طرفدار این گروه و جیمز هتفیلدین، مگه میشه نباشین؟ این ویدیو رو از دست ندین. خب بیاین اول ببینیم که این فیلمی که جیمز هتفیلد قراره توش بازی بکنه ازش چیا میدونیم. اسم فیلم The Ticket. تیکت بلیت نه، تیکت به معنی یه حجم متراکم از درخت یا بوته، یه چیزی تو مایه های بیش هزار. این پوسترش نیست، فیلم هنوز پوستر نداره، اینو همینطوری خودم درست کردم که اسم فیلم رو نشونتون بدم. ژانر فیلم وسترنه. الیوت لستر کارگردانشه. لستر انگلیسیه، اون قدیما موزیک ویدیو میساخته، بعدش انگار هوس کرده کارگردان فیلم بشه. همچین کارگردان خاصی نیست فکر کنم. 5 تا فیلم داره کلن. Love is a Drug واسه 2006. Blitz واسه 2011. Nightingale واسه 2014. Sleepwalker 2017. Aftermath هم 2017. از این 5 تا فیلم من خودم Blitz رو دیدم فقط. جیسون استاتم بازی میکنه توش. فکر نکنم اونقدر چیز خاصی باشه چون چیزی ازش یادم نمیاد. اما انگار بهترین فیلمش همین Blitzه. لستر اون موقعی که موزیک ویدیو می ساختم اونقدر چیز خاصی نبود، پاپ باز بود. کلن 8 تا ویدیو ساخته، هیلاری داف و جسیکا سیمسون و سلینا گومز و آوری لاوین و راک ترین کارش یه ویدیو واسه گروه 30 سکند تو مارس. حالا یعنی کلن اینا رو دارم میگم که بگم سر فیلم The Ticket بعید میدونم بتونیم از نظر کارگردانی انتظار عجیب و غریبی داشته باشیم. این پس از کارگردان. بازیگرای اصلی فیلم رو هم بهتون بگم. پیتر دینکلیج که واسه بازی بی‌نظیرش توی سریال گیم آف ترونز میشناسیمش، دینکلیج تهیه کننده اصلی فیلمم هست، و جولیت لوئیس که واسه خود من به یاد موندنی ترین نقشی که بازی کرده مالوری توی فیلم نچرال بون کیلرز واسه الیور استون. عجب فیلمی هم هست لعنتی. جولیت لوئیس جدا بازیگری خواننده هم هست، یه گروه راک داره به اسم جولیت اند لیکس که دوتا آلبوم باهاشون منتشر کرده، یا آلبومم خودش تکی داده بیرون. من دوستش دارم خیلی، اونقدی که کنسرتش رو هم رفتم. این عکسی که دارین میبینین رو خودم گرفتم ازش. کلن ولی جولیت لوئیس در اصل بازیگره، توی موسیقی 3 تا آلبوم داره فقط، اما تو حدود 90 تا فیلم و سریال بازی کرده تا الان. حالا خلاصه بازیگر معروفای The Ticket این دوتا هم پس، پیتر دینکلیج و جولیت لوئیس. دو تا بازیگر جوون شبه معروف هم داره فیلم. اسم کرید مایلز که واسه اینکه دختر چارلی کرید مایلز و سامانتا مورتونه معروفه. کرید مایلز توی پیکی بلایندرز بازی کرده، مورتون توی دی واکینگ دد. اون یکی هم لیوان هاک که پسر اما تورمن و ایتان هاک، که این دوتا دیگه احتیاج معرفی ندارن، واقعا بعد کافی معروف هستن خودشون. فیلم The Ticket یه سری بازیگر فرعی هم داره که یکی از این فرعی جناب جیمز هتفیلده. هنوزم معلوم نیست نقشش کیه و چیه. فعلا از جیمز هتفیلد توی این فیلم همینقدر میدونیم که جیمز هتفیلد توی این فیلمه، بیشتر دیگه چیزی نمیدونیم. فیلم نامه رو روی یک کتاب به همین اسم The Ticket نوشته جو آر لنسدیل واسه سال 2013 نوشتن. داستانم اینه که خواهر یه پسری رو آدم بدو میدزدن، بعد پسره با 3 نفر دیگه یه تیم درست میکنن که برن خواهر رو نجات بدن. استارت پروژه این فیلم واسه سال 2014 است، پیش تولید رو فوریه 2020 شروع کردن. فیلم برداری اصلی هم که همین چند وقت پیش اول مارچ 2023 توی کانادا شروع شده. این پس همه چیزایی که در مورد فیلم The Ticket که جیمز هتفیلد قراره توش بازی بکنه میدونی. خب اما The Ticket اولین تجربه جیمز هتفیلد توی سینما یا تلویزیون نیست. موزیک ویدیوهای متالیکا و مستندای خودشون و فیلم Through the Never که واسه خودشونه که هیچی، هتفیلد قبلا هم جلوی دوربین رفته. چند بارم بدون اینکه خواننده باشه پشت میکروفون بوده. بذارین از اول شروع بکنیم برسیم به الان. اولین باری که جیمز هتفیلد یه جایی نقشی رو بازی کرد، صدای کاراکتر خودش توی کارتون The Simpsons بود. قسمت 379 هم که میشه اولین قسمت فصل 18 هم، به اسم The Mook, The Chef, The Wife and Her Homer واسه سال 2006.
هر چهار نفر متالیکا یه نقش ریزی دارن تو این قسمت که جای کاراکتر خودشون در حد دو سه تا جمله حرف زدن. این پس اولی. بعدی میشه 8 سال بعد از سیمپسون سال 2014 که جیمز هتفیلد رفت پشت میکروفون و شد نریتور یه سریال مستند 8 قسمتی به اسم The Hunt واسه دیسکاوری چنل که در مورد شکاره. چند تا شکارچی میرن توی یه جزیره که خرس شکار بکنن، مستند جدا جدا هر کدوم از شکارچی ها رو دنبال میکنه که چیکار دارن میکنن. هتفیلد خودش عاشق شکاره، شکارچی حرفه‌ای هم هست. مونتا اینجا جز شکارچی ها نیست، فقط راوی مستنده. که البته این کارش ماجرا شد اون موقع. صدای خیلی در اومد که جیمز نباید یه همچین کاری میکرد و تبلیغ شکار تفریحی میکرد. یه پتیشن را انداختن، 10,000 نفر هم امضاش کردن که اجرای متالیکا توی فستیوال گلستونبری اون سالو کنسل بکنن. که خب کنسل نشد، اما بازم خیلی ناراحت بودن که جیمز همچین کاری کرده. مورد بعدی میشه واسه سال 2016. این دفعه هم هتفیلد باز با بقیه بچهای گروه چارتایی میان نقش خودشونو توی سریال بیلیونز بازی میکنن. توی قسمت 4 فصل اول به اسم شورت اسکویز. اینطوری که انگار چند تا کاراکترهای سریال میرن سر تمرین متالیکا یه معاشرتی هم با هم میکنن. من ندیدم سریالو، اما انگار جیمز در حد یکی دو خط دیالوگ هم داره اینجا. این شد پس تا الان 3 تا. بعدی میشه سال 2017 که باز هتفیلد راوی یه مستند میشه به اسم Addicted to Porn Chasing the Cardboard Butterfly که از اسمش معلومه در مورد چیه. بوق گذاشتم جاش، کاورش رو هم که این کنار میبینین دستکاری کردم که یوتیوب محدود نکنه ویدیو رو. مستند در مورد اعتیاد به این مدل فیلم ها و تاثیرهای مخربشون روی مغز و خانواده و جامعه و نقش تکنولوژی تو این قضیه است. فیلم یه کارگردانی به اسم جاستین هانت ساخته. جالبه فامیلیش هانته. هتفیلد حتما خیلی خوشش اومده از این موضوع. این میشه ششمی و آخرین مستندی که هانت تا الان درست کرده. معروفترین کارش هم اسمش هستش American Myth که ول کیلمر بازیگر نریتور مستنده. در مورد مصرف مواد مخدر شیشه توی آمریکا و تاثیرش روی خانواده هاست. اینم پس از این. همه اینایی که گفتم و هیچ کدوم نمیشه گفتش که جیمز واقعا بازیگری کرده. تو دو تاش که نریتور مستند بود، تو دو تاش هم که نقش خودشو بازی کرده بود که تازه یکیش فقط صداش تو کارتون بود. اما تو سال 2019 جیمز هتفیلد بالاخره بازیگری واقعی رو هم تجربه کرد. توی فیلم Extremely Wicked, Shockingly Evil and Pile به کارگردانی جو برلینگر. برلینگر در اصل مستندسازه، 20 تا مستند ساخته تا الان. این فیلمه میشه دومین فیلم سینماییش. اولیش میشه Book of Shadows که قسمت دوم فیلم Blair Witch Projecte. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Pile داستان زندگی قاتل سریالی معروف آمریکایی تد باندیه. نقش تد باندی رو زک افرون بازی میکنه. جیمز هتفیلد توی این فیلم نقش پلیس رو داره. نقش کوتاهیه. فکر نکنم جمعا بیشتر از 2-3 دقیقه باشه تو فیلم. اما خب احتمالاً بازیش تو همین فیلم باعث شده که برای دتیکت انتخابش بکنن. ممنون که این ویدیو رو دیدین. توی این ویدیو از فیلم جدیدی که جیمز هتفیلد گروه متالیکا قراره توش بازی کنه بهتون گفتم به اسم The Ticket. بعدم توضیح دادم که هتفیلد کلن توی سینما و تلویزیون چه کارایی کرده تا الان. اگه این ویدیو رو دوست داشتین نشون بدین که دوست داشتین، لایک کنین، کامنت بذارین، نظرتون رو بگین، شیر کنین و بقیه. واسه اینکه رفاقتمون هم رسمی بشه کانال رو سابسکرایب بکنین، زنگوله رو هم روشن بکنین که از این به بعد هر موقع ویدیو جدید گذاشتیم خودش بهتون خبر بده. هتفیلدی باشین فعلا. خدافظ.